بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بيننده های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین امیدوار هستم که تا آخری برنامه با ما باشین درس امروزی ما از آیه 200 سوره آل عمران شروع میگردد یعنی آیه آخری سوره آل عمران که آیه 200 از این آغاز میگردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وأنتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظیم. ربط آیات گذشته با این آیات، این آخرین آیه سوره آل عمران است. من حضورتان عرض کردم که آیه 200 سوره آل عمران و آخری آیت چست که مشتمل است بر چند وصیت بسیار مهم، بر چند اصول بسیار عام و خاص برای مسلمانان و به عبارتی خلاصه که کل می باشد، یعنی خلاصه کل سوره همین آیت است. سوره آل عمران از 200 آیت تشکیل شده. مفسرین می فرمند که در این آیت چند وصیت بسیار مهمی ذکر شده و به عبارت دیگر که خلاصه کل سوره هست. تمام سوره آل عمران فشرده و خلاصه و نتیجهش در این آیت گنجانیده شده است. الله می فرمد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای ایمانداران اصبروا، از صبر کار بگیرین. یعنی در برابر سختی ها و در برابر ناملایمت های زندگی دست و پنجه نرم کنین و از مقاومت کار بگیرین و از حوصله مندی کار بگیرین و نفس را به سوی بکشانین که نمی خواهد. مثلا در اطاعات خدای یکتا، نماز، روزه، حج، زکات، نفس نمی خواهد که در موسم سردی وضو بگیرد و برود به نماز. اصبر، ای مسلمان تو چه کار بکن؟ مخالف خواست نفس حرکت کن. چه معنا؟ با وجودی که موسم سرد است برو وضو بکن، برو نماز بخوان. این صبر است. نفست نمی خواهد که در جهاد شرکت کنی. چرا؟ جهاد در ظاهر کشنده معلوم می شود. قسمی که منافقین به می عقیده بودند که جهاد ما را می کشد. قرآن کریم چی میگد؟ یا ایها الذین آمنوا اصبروا، ای ایمانداران از صبر کار بگیرین. یعنی در مورد جهاد مخالف نفستان حرکت کنین. نفستان میگد که در خانه باقی بمانین، نروین به غزوه، نروین به جهاد، اما شما کمر ببندین. مانند که پیامبر علیه السلام کمرش را بسته کرد، از مدینه منوره عازم احد گردید. اصحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین گفتند که یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگر رأی شما این باشد که ما در مدینه بجنگیم، فرق نمی کند، ما برای شما عمل می کنیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که من زیری خود را پوشیدم، دیگر بر نمی گردم، من می روم به جهاد، بیاین که برویم. من به رأی اکثریت اصحاب کرام احترام می گذارم. رسول الله این حرف را گفت. با وجود که نفست نمی خواهد عازم جهاد شو، نفست فحشا را خیلی دوست دارد و تو را می کشاند به سوی فحشا، اما اصبر، چی معنا؟ مخالف خواست نفست کار کن. با وجود که زینا را، فحشا را در برابر چشمهای تو زیبا می سازد و لذیذ بیان می کند، در اینجا تصمیم بگیر و نفس را سرکوب بکن و دست به زینا نزن، دست به فحشا نزن. این را صبر می گن. در جایی که نفست می خواهد، نفس همه ما و شما لذائذ زندگی را می خواهد، اما مسلمان کسی هست که در جایی که لذت منافات با دین دارد،
در جایی که لذت با قرآن سازگار نیست، اونجا مسلمان بالای نفس خود پای میگذارد. ایره صبر میگن. قرآن کریم دیگر درس میدهد، وصیت میکند و صابرو، ثابت قدم باشید. مجاهد مسلمان دارای این صفات باید بوده باشد، یکی دارای صبر که نفس در کنترل داشته باشد و مخالف خواست نفس خود عمل بکند، و دوم و صابرو و ثابت قدم باشد. زمانی که شکست موقت در پیکر اسلام وارد میگردد یا در میدان نبرد ظاهرا مسلمانان به شکست مواجه میگردند، مجاهد کسی هست که ثابت قدم باقی بماند و فرار نکند و میدان جنگ را ترک نگوید. قرآن میگه که و صابرو، شما ثابت قدم باشین. مجاهد عزیز و مسلمان گرامی، کلمه ای را که خواندی لا اله الا الله، این کلمه از تو قربانی می خواهد، این کلمت از تو صبر می خواهد. باید در موقع صبر صابر باشید و در موقع ثابت قدم ماندن باید ثابت قدم بمانید، یعنی در برابر نابسامانی ها، در برابر مشکلات باید مقاوم باشی. از خود مقاومت نشان بده، نه اینکه راه فرار را در پی بگیر. مجاهد باید صابر باشد و صابر و ثابت قدم باشد. با وجود که امکانات ظاهری ضعیف است باید ثابت قدم باقی بمانی. مسلمان عزیز، وقتی که کلمه مبارک را خوانده، این کلمه از اهلش قیمت می خواهد. قیمت شبو پردازین، اگر به قیمت جانتان باشد باز هم بپردازید. و صابرو، قرآن میگد که ثابت قدم باش در برابر سختی ها. میدان نبرد را رها نکو، میدان کارزار مقاومت و کارزار مبارزاتی را رها نکنید. و رابطو، بس سومین وصیتی که قرآن به مسلمان میکند، و رابطو و مشغول باشید در حراستی سرزمین اسلام. رابطه از مرابطه گرفته شده، مرابطه را قرآن دو ترجمه کرده است. یک ترجمهش مرابطه، حفظ از اراضی و از مرزهای اسلام، قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انسان که یک شب در راه خدا مرز کشور اسلامی را حفظ می کند، از دنیا و مافیهای دنیا بهتر است. مجاهد عزیز، در راه خدا وقتی که مبارزه می کنی، از اراضی اسلام دفاع می کنی، از مرزها دفاع می کنید، پس یک شب پیرداری تو از دنیا و مافیهای دنیا برتر خوانده شده است. یک ترجمه مرابطه یعنی نگهبانی حفظ مرزهای اسلام. مفسرین نشته می کنند که اگر قضیه طوری باشد که به مرزها رفته شود، اگر اونجا زمینه کار و غریبی و شغل برد مهیا باشد، اونجا کار بکنی گناهکار نمی شوی. هم کار بکو، هم تجارت بکو و هم از مرزهای اسلامی دفاع بکن، مگر در صورتی که اونجا 100% خطرات حملات نباشد. اما رفتن تا به مرزها، به حفظ و حراست مرزها به خاطر رضای خدای یکتا بگیر. مفسرین نشته می کنند که اگر بر مرزها، در مرزهای اسلامی جنگ باشد، باز خانمها باید برده نشود. اگر در مرزهای اسلامی جنگ نباشد، خانمها را با خود ببرین، زندگی کنین و از مرزهای اسلام دفاع بکنین. الله می فرمد که و رابطو، شما از مرزها دفاع بکنین، حراست از اراضی اسلام بکنین.
و دومین ترجمه‌ای که مرابطه شده است ادا نمودن یک نماز و انتظار کشیدن تا نماز دیگر. یک نماز را مسلمان می‌خواند، در فکر و جستجوی نماز دیگر می‌شود که نماز بعدی را باید بخواند و انتظار می‌کشد که تا نماز بعدی فرا برسد و این مسلمان بخواند. ای را میگن مرابطه. هر دوی ازی از اجر پاداشی بی پایانی برخوردار است. اگر مرابطه حراست مرزه های اسلامی را بگیریم، هم پیامبر علیه السلام میگد که یک شب حراست از مرزه های اسلام از دنیا و مافیهای دنیا برتر است. و اگر مرابطه انتظار از یک نماز تا نماز دیگر را بگیریم که یعنی یک نماز خواندیم نماز بعدی را انتظار بکشیم، هم از دنیا و مافیهای دنیا برتر است. مسلمانان نهایت گرامی، نماز بخوانین، وقتی که نماز خواندین در فکر نماز بعدی باشین، آمادگی برای نماز بعدی بگیرین. این مرابطه میگه و مرابطه از دنیا و مافیهاش برتر است. و اتقوا الله، چهارمین اصل که الله میفرماید و اتقوا الله، یعنی تقوا از خدا در هر سه از این شرط است. اگر صبر میکنی باید تقوا بر خدا داشته باشی، اگر ثابت قدم میمانی باید تقوا داشته باشی، اگر مرابطه میکنی حفظ و حراست از مرزهای اسلام میکنی یا منتظر نماز بعدی هستی که به جماعت ادایش کنی، باز هم باید تقوا در تو وجود داشته باشد. و اتقوا الله، از خدا بترسین، لعلکم تفلحون، تا شما کامیاب شوید. بیننده های گرامی، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اول سوره نساء: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، ای مردم بترسید از رب خیش. الذی او کسی که آن که آفرید، خلقکم آفرید شما را، من نفس واحده، از یک نفس، که حضرت آدم، حضرت حوا، خدای یکتا به اولاده حضرت آدم علی نبینا اینقدر برکت انداخت که تمام انسان ها از دو انسان آفریده شده، بلکه از یک انسان که حضرت آدم است. حضرت حوا هم از وجود حضرت آدم آفریده شده است. مفسرین می فرمند که از قبرقه چپی حضرت آدم حضرت حوا به میان آمد. اینجا قرآن میگه خلقکم من نفس واحده، شما را آفریده از یک نفس واحد که حضرت آدم است. و خلق منها زوجها، و آفرید از او جفت، از حضرت آدم جفتها آفرید، برای خودش حضرت حوا را آفرید، بعد از حضرت حوا باز دوتا دوتا. حضرت حوا همیشه دوگانگی به میان می آورد، یعنی اطفال که به دنیا می آورد خدای یکتا دوگانگی برش می داد، یک پسر یک دختر، یک پسر یک دختر، در یک بطن دو تا اولاد برش میداد الله، اون هم یک دختر یک پسر، یک دختر یک پسر. قرآن میفرماید که و خلق منها ازواجها، و آفرید از او جفتهای او را. ما حضورتان عرض کردم که حضرت حوا در هر بطن دو طفل تولد میشد، و اون هم بسیار موزون و برابر و منطقی که یک دختر یک بچه، یک دختر یک بچه. باز شریعت حضرت آدم چی بود؟ که بچه ای بطن را به دختر ای بطن می داد، دختر ای بطن را بچه ای بطن را به دختر ای بطن می داد. حضورتان عرض کردم که خدا یکتا می فرمد که خلقکم من نفس واحده، او ذاتی که شما را آفریده از یک نفس که حضرت آدم است. حضرت حوا را از قبرقه چپی حضرت آدم آفرید، و باز چه می فرمد؟ و خلق منها زوجها، و آفرید از او جفتهای او را، که حضرت آدم علی نبینا علیه الصلاه و السلام وقتی که اولاد به دنیا می آمد حضرت حوا دو تا دو تا می آمد، در هر بطن دو تا، یک بچه یک دختر، و این بچه و این دختر خواهر خوانده می شد، برادر گفته می شد با یک دیگر، اما بطن دیگر باز می تانست که بایی عروسی کند. دختر این بطن را به بچه این بطن می داد، بچه این بطن را به دختر این بطن می داد، تا این که چه شد؟ قرآن می فرماید که وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، گسترانید از آن دو بسیار مرد و زن.
از آن دو که حضرت آدم حضرت حوا بود. خدا به میان آورد رجالا کثیرا و نساء، مردان بیشمار و خانم های بیشمار، که امروز همه نسلی دنیا از اولاده حضرت آدم علی نبینا علیه السلام است، که از دو انسان، همش از یک انسان که حضرت آدم است، باز از دو انسان همین عزیزان و مرد پیدا شده است. قرآن چی می فرمد؟ واتقوا الله، واتقوا الله، بترسین از خدا، الذی اتو ذات که تساءلون بهی والارحام، شما سوال میکنین به نام از او، به نام از او از دیگرا میخواهین. والارحام، و شما خیشاوندی و صله رحمی را نگه دارید. اگر دیده باشین مسلمانان وقتی که بخواهن اگر خدا را لیاز بیاره دیگه کس تابش ندارد. قرآن می فرمد که واتقوا الله الذی، بترسین از خدایی که تساءلون بهی، به نامی از او شما سوال میکنین، به نامی از او میخواهین. من حضورتان عرض کردم پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید آنچه که برام خدا خواسته شد شما بدهین، لیاز خدا را دیگه هیچ کس تاب ندارد. اینجاست که الله می فرماید که والارحام، شما در نظر دارین صله رحمی را، کسی می خواهد که عمرش دراز شود صله رحمی را در نظر بگیرد، کسی می خواهد رزق روزیش زیاد شود صله رحمی را در نظر بگیرد. صله رحمی یعنی با خاندانت از بچه کاکا بچه ماما گرفته تا آخرین فردی که به خاندان تن وصل بشود، با همگی آنها روابط نیک داشته باش، با همگیش برخورد درستی داشته باش. ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند می فرماید که هر آینه بر شما خدا نگهبان است. خدا کاملا مردم را در کنترل خود دارد، اعمالت را، کردارت را، رفتارت را، همش در کنترل دارد. و آتوا المال او آتوا الیتام اموالهم، بدهید به یتیما اموالشان را. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، تبدیل نکنید مال بد را به مال خوب. اتو نشود که یتیم را فریب بدهین، یتیم مالش را برگردانین و مال خوبش را به بد تبدیل نکنید. ولا تأکلوا اموالهم، و نخورید مال آنها را، الى اموالکم، همراه مال خود یک جا. چرا؟ انه کان حوبا کبیرا، این است وبال بزرگ، عذاب بزرگی است کسی که مال یتیم را میخورد. بیننده های گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما کردید. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا میسپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن